ساکنان ناحیه ایرش جشن نوروز رو با شکرگزاری از وحدت ملی و آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تشکیلی استقبال گرفتند. نوروز فرخنده پای با پیام های نیک و قدم های خجسته به سرزمین کوهستان قدم رنجه نمود. این جشن اجدادی را که رمز محبت و زیبایی، صفا و پاکیزگی و سخاوت و نیکیست مردمی زحمتکش و آبادکاری ناحیه ایرش دیرباز انتظار بودند. در آغاز جشن نوروز دلفروز نمایندگان مقامات محلی و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین دیگر مهمانان در مرکز شهرک غرم از نمایش نیهالان سویافکن و میوه دهنده خواجگی های کشاورزی انفرادی و محصولات دیگر کارخانه های صنعتی دیدن کردند. در رسته های الهیده همچنین دستاورد های تشکیلات اداره های دانشکده آموزگاری، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ، آموزشگاه های طبی و آموزگاری، محصول دستان هنرمندان و کدبانوها و دیگر هنرهای مردمی را به معرض تماشا گذاشته شده بودند. نوروز در آیین ملت تاجیکان ایدی پیروزی نور بر ظلمات و تنتنه نیکی بر بدی یادرس شده است. مردمی ما از قدیم اولایام در آغاز فصل بهار گرد دسترخوان نوروزی جمع آمده، مصلحت و مشورت می‌آراستند و نقشه و نیت‌های نیکی سالانه‌شان را طرح‌ریزی می‌کردند. در تنتنه نوروزی مسئولین مقامات محلی ناحیه ایرش و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد کرده، مهمانان و ساکنان را با فرارسی جشن نیاگان شادباش گفتند. گفته شد که از نوروز تا نوروز در حیات اجتماعی اقتصادی ناحیه ایرش دیگرگونی های عظیمه دیده می شود. از جمله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان شریکانی روش و صاحبکارانی محلی کارهای بنیادکاری جریان تازه کس نموده. با استفاده مبلغ های پیش بینی شده ده ها انشاءات زمانوی از قبیل مکتب و بنگاه طبی، کتابخانه، خط آب و دیگر انشاءات حیاتن مهم خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شد. یکی از سنت های دیگر نوروزی شینوندن و سبزانیدن نیهال به شما رفته. این انعنه نیک تا به امروز ادامه دارد. از نوروز تا نوروز در همه شکل های خواجگیداری صدها گکتر باغی نو بنیاد گرده، همزمان ده ها گکتر باغ های کهنه پوره برقرار کرده شدند. چون اساس اقتصادیات ناحیه ایرش را ساحه کشاورزی تشکیل می دهد، در اینجا دهقانان نقشه های زیاده را طرح‌ریزی نمودند. با این مقصد سال جاری میدان کشت کارتاشکا در قیاس به سال گذشته باز هم بیشتر خواهد شد، زیرا برای رشد ساحه همه امکانات و ذخیره ها موجود می باشد. نوروز رشته جاویدانه پیوند انسان و طبیعت، دقیق ترین میزان رفتار فصل های سال و روزگار آدمان است. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و بخت و سعادت بوده، با آستانه هر یک خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدم نیک می نهد تا این سال نو به مردم خوشبختی و فیض و برکت آورد. به تنتنه های نوروزی برنامه هنرمندان که ترنمگر مهر و محبت به وطن عزیز و نوروز خجسته پی می باشد خاطر اهل نشست را شاد نمودند.